کلنگ احداث مرکز هنرهای نمایشی مدرن لینکلن در نیویورک 60 سال پیش طی یک مراسم باشکوه بر زمین زده شد. از آن زمان تا کنون این مرکز به شکل قابل توجهی رشد کرده و با در بر گرفتن 11 سازمان هنری مختلف به یکی از مهمترین نهادهای فرهنگی آمریکا تبدیل شده. گزارشی از ملودی صفوی. کار احداث مرکز هنرهای نمایشی لینکلن به عنوان بزرگترین مرکز فرهنگی و هنرهای نمایشی مدرن در آمریکا از سال 1959 میلادی آغاز شد. این مرکز امروز پایگاه 11 مؤسسه بزرگ و معتبر هنری در آمریکا است که هر کدوم در حیطه حرفه‌ای خودشون در بالاترین سطح ممکن فعالیت می‌کنند. این مؤسسات شامل اپرا، ارکستر سمفونی، ارکستر مجلسی، موسیقی جاز، موسیقی جهان، رقص، فیلم و تئاتر میشه که هر کدوم به نوبه خود از شهرت جهانی برخوردارن. این مرکز فرهنگی حالا و بعد از 6 دهه در روز 4 ماه مه با برگزاری یک جشنواره بزرگ خیابونی در مقابل بنای اصلی مرکز لینکلن ضمن گرامی داشته 60مین سال احداث خود از تک تک این مؤسسات قدردانی و بر اشتیاق و تعهد خودش برای حمایت از نسل‌های بعدی هنرمندان تأکید کرد. در این جشنواره خیابونی، هنرمندانی از مدرسه موسیقی جولیارد، ارکستر فیلهارمونیک و ارکستر مجلسی لینکلن سنتر و گروه‌های مختلف تئاتر و رقص از جمله گروه سامبای زنانه فوگو آزول هنرنمایی کردند. به گفته متصدیان مرکز فرهنگی لینکلن، هدف اصلی برگزاری این جشنواره انعکاس هنر معاصر شهر نیویورک و به همین منظور در انتخاب و در هم آمیختن سبک‌های مختلف هنری و موسیقی دقت و حساسیت خاصی به خرج داده شده. ملودی صفوی، صدای آمریکا، نیویورک.